با نام یاد خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. یه مشروع میکنیم بخیر به درس خود. روز 16 لینکس Red Hat operating system هستم. تاپیک درس امروز ما شما بالای کماند سی جی آر پی و کماند سی جی مودی و استرکچر تری دایرکتوریز است. ببینین CHGRP گرفته شده از Change Group Permission است، یعنی توسط کمند CHGRP ما شما میتونیم که صلاحیت یک گروپ تغییر بدیم. وقتی که شما مثلا یک فولدر جور میکنین، یک فایل جور میکنین، با وجود که همو فایل همو فولدر توسط یک یوزر جور شده، او یوزر که هست متعلق به یک گروپ است. مثلا اگر ما رایت کلیک کنم در این صفحه دسکتاپ، اینجا یک فایل تیکستی جور کنم، در قسمت دیتیلز از این وقتی که ما میرم سعی که میگه توسط سرفراز پی سی که نام کمپیوترم است و نام یوزرم است ساخته شده. این حالا این همی گپا که هست در سیستم عامل لینکس هم موجود است. من مو شما به خود قسمت صفحه ترمینال لاگین میشه. من از یوزر نرمال خود لاگ اوت شدم. من به یوزر روت که یک یوزر سوپر یوزر است میخوایم با او لاگین شم. خب ما شما به صفحه ترمینال، به صفحه ترمینال وقتی که شما آمدین cd/root به روت دایرکتری هست ما شما فعلا. از مثلا در این قسمت ما شما از کماند ls-l کار میگیریم که کمپیوتر برای ما شما فولدرها را چیکار کنه، دیسپلی کنه. در اینجا ما شما یک دانه فولدر جور میکنیم، نشته برش میکنیم که mktir، یک دانه فولدر جور کو به نام علی انتر میزنیم، یک دانه فایل هم جور میکنیم cat space علی دات txt انتر. Welcome dear students in lesson of group and ownership پرمیجان. کنترول دی را میزنیم که ثبتش کنه. خب این حالا میخوایم که ببینم که ما با فایل بنامه فولدر بنامه علی و فایلی که بنامه علی .txt جور شده چه قسم اکسس دارم. کماند ls-l و که من این را رن کردم، اینی فولدر علی است، اونر فایل رید رایت اگزیکیوت کرده میتونه، گروپ رید اگزیکیوت کرده میتونه، دیگر هم رید اگزیکیوت. این حالا ببینین این قسمت که هست نام یوزر است، نام مالک فایل است، و این قسمت که هست گروپ است. اگر مثلا ما از اینجا su root ببخشید su سرفراز میرم، su سرفراز میرم، در اینجا ما آمدم مثلا ما در اینجا نشان میکنم که mkdir یک دانه دایرکتری جور کو به نام کمپیوتر. در روت ما قدر اکسس نمی داشته باشیم به خاطر که از صلاحیت یوزر روت است. ما شما بر میگردیم بروی صفحه دسکتاپش میریم، اپی رو کیره میزنم، دسکتاپ ما شما اشتباه کردیم. حالا مثلا ما در اینجا نشان میکنم که mkdir به نام مثلا تمیم جور کو
کماند ls minus l ران میکنیم. این حالا ببینین تمیم که هسته توسط یوزر سرفراز جور شده که یوزر سرفراز متعلق به کدام گروپ هست؟ متعلق به گروپ سرفراز است. که شما به دلیل که باسی را مثلا گروپ ممبرشپش چک کنین در داخل از یوزر وقتی که شما لاگین باشین آیدی را که تایپ کنین میبینین که این یوزر سرفراز که هسته مربوط به گروپ سرفراز است. مثلا میشه شما از کماند گروپس سرفراز که نام یوزر تان از درج کنین برای شما نشان میده که متعلق به کدام گروپ است. در اونجا برای شما نشان میده در این قسمت این نام یوزر و یا نام گروپ. خب دلیلی بود بعد که شما هر فایل جور میکنین یا هر فولدر جور میکنین او فولدر متعلق به یک یوزر و یوزر متعلق به گروپ است. برمیگردیم ما شما دوباره به یوزر روت. خب ls minus l. خب این حال اینی فولدر که ما به نام علی که ساخته میشه چرا اینی مالک فایل است ای که از گروپ است؟ البته خود یوزر یا اونر فایل فول اکسس داره. مثلا شما نشته کنید cd علی ام که دی آی آر به نام خان گلولی خالد سلطان امان الله میگن در داخل از این دایرکتری برای ما جور کو ببینین الیس که مران کردم این دایرکتری ها در داخل از این موجود است. این حاله که در قسمت که شما میبینین که دگه یوزر دگه گروپ قدر پرمیجن نداره شما مثلا بیاین صلاحیت دیگه یوزرها رو در اینجا چک کنین. SU سرفراز که یک یوزر دیگه است ما به این لاگین میشم. فعلا ما در داخل دایرکتری علی هستم. ما از اینجا عقب بیرون میشم. cd نقطه نقطه سلاش عقب برو cd علی پر دایرکتری علی آمدیم ام کردی آی آر در داخل از یک دانه فولدر برای ما جور که بنام دیویتی سعی کنین میگا کنوت کریت دایرکتری نمیتونه که یک دایرکتری جور کنی بنام دیویتی که نام فولدر تا دیویتی موندی پرمیشن از دینایت صلاحیتتون میگا فعلا صفر است. شما لیست گروپ ها را چک کنین cat slash etc slash group بعد که شما ای را چک کردین ببینین در این قسمت اینجا یک دانه یوزر روت موجود است که یوزر روت متعلق به گروپ روت است. مثلا ما میایم یک دانه یوزر جور میکنم و یوزر متعلق به گروپ روت میسازم su root user at minus g به حرف کلان یک دانه یوزر جور کو به نام کریم الله و او را در گروپ روت اد کو. خب ببخشن پس پیش آمد نام گروپ ما هست روت و نام یوزر ما هست به نام کریم الله. خب گروپس کریم الله میگه کریم الله که هست یک یوزری هست که متعلق به گروپ روت هست SU کریم الله ID فرانسای کنین از اینجا معلوم میشه که متعلق به گروپ روت است SU root انالی متعلق به گروپ روت است. از اینجا شما میتونین چک کنین cat slash etc slash groups group سعی کنین در اینجا یوزر کریم هم در اینجا ممبرشپ در گروپ روت گرفت su کریم الله با یوزر کریم الله لاگین هستیم
در جایی که هستیم و شما یک قدم عقب میریم، نشته برش میکنیم که سی دی علی و دایرکتری علی آمدین ام که دی آی آر گل یا اکسس نداره. این دلایل است. مثلا شما به یوزر از امیجا مستقیم به یوزر سرفراز برین، پسورد یوزر سرفراز درج کنین، جایی که هستین بیرون شوین. مثلا حالا ما شما نشته برش میکنیم که امکا دی آی آر یک دانه فولدر جور کو، مثلا به نام وفا. به خاطر که در اینجا ما شما صلاحیت نداریم این کار کرده نمیتونیم. خب به هوم دایرکتری بعد به روی صفحه دسکتاپ نشته برش میکنیم امکا دی آی آر به نام تمیم جور کو یک دانه. میگه تمیم موجود است، یک نام دیگه برش بدی، سایل خان جور کو. این حال شما ای را چک کنین کی متعلق به کدام گروپ است. کماند الس ماینس ال وقت که شما ران میکنین، سایل خان که توسط یوزر سرفراز کریت شده متعلق به گروپ کی است؟ سرفراز است. حالا من صلاحیت از ای را چنج میکنم، مثلا میگم کی متعذیب بعد متعلق به گروپ رود باشه، به یک گروپ دیگه وابسته باشه. پس از قسمت کماند سی جی آر پی، کماند سی جی آر پی در اینجا شما نام گروپ درج میکنین. بیشتر که من برای شما درج کردم، مثلا کات سلاش ای تی سی سلاش گروپ کست، لیست گروپ ها را برای شما دیسپلی میکنه. مثلا میگم از این به بعد متعلق به گروپ در نظر میگیریم، یعنی مثلا متعلق به گروپ کریم لا باشه، یا یک وقتی که شما یوزر جور میکنین همزمان مطابق از گروپ اون کریت بشه. یوزر ات بنام مثلا عمر، ما بار بگردم با یوزر روت که از همو جایدان یوزر جور کنم. خب یوزر ات بنام عمر، پاس دبلیو دی عمر یک یک اس یو سرفراز الس، یعنی فولدر ها میگه موجود است. کماند الس ماینس ال برای ما گروپ هایش هم نشان بده. اینال از کماند سی اچ جی آر پی کار میگیریم، چنج کو گروپ پرمیشن از ایره با گروپ به نام عمر بده، کدام دایرکتری را؟ سایل خانه. سایل خان سی اچ جی آر پی عمر دایرکتری سایل خان سی اچ جی آر پی خواه با گروپ عمر پرمیشن بده دایرکتری سایل خانه نات پرمیتد اس یو روت. برمیگردیم به یوزر روت. یوزر روت وقتی که شما رفتین اونجا، ما شما یک دانه بروی صفحه دسکتاپ اگر اینجا من الس کنم، ببینین اینجا سایل خان هم هست. اگر از کماند الس ماینس ال مرن کنم، سایل خان میگه توسط یوزر سرفراز جور شده. این حال سعی کنین ما پرمیشن از اینجا به یک گروپ دیگه تغییر بدم، سی جی آر پی یعنی تغییر بده پرمیشنش با گروپ عمر بده دایرکتری را به نام سایل خان کس. اگر از کماند الس ماینس ال آلا کار بگیرین، سعی کنین اینی نام یوزر شد و اینی قسمت این نام گروپ ماست. این حال در داخل از این که هر گروپی که موجود در یوزر عمر، هر گروپی که موجود است از صلاحیت چی برخوردار است؟ از صلاحیت سعی کنین یوزر رید راید اگزیکیوت میکنه، گروپ هم راید رید اگزیکیوت میکنه، دیگر ها تنها رید راید کرده میتونن. ما شما به
یوزر سرفراز چک میکنی به صلاحیت کماند ls cd سایل خان یکونه فایل خالی جور میکنیم touch valid.txt. خب vi valid.txt انتر میزنیم، حرف آی افشار میدیم، welcome dear students in our lesson، اسکیپ دو نقطه دبلیو کیو میگم رایتش کو، این فول صلاحیت داره. میریم به یوزر عمر، از یوزر عمر هم چک میکنیم SU عمر یک پسوردش. دست دایرکتری سایل خان بیرون میشیم، سیدی سایل خان. خب اینجا نشته برش میکنیم الیش چی موجود است؟ میگه یک دانه فولدر موجود است به نام ولید است، mkdir جان ls این یک دانه از اینا جور. یعنی با این رقم ما شما برش چی کار کردیم؟ صلاحیتش مثلا به یک گروپ داریم، پس ما شما با یوزر سرفراز میریم، الیس کنه نمی کارا اینجا موجود است. اگر شما خواسته باشین که صلاحیت گروپ ها به کلی مثلا صفر بسازین، بین برود خب نشته برش میکنیم سی جی مودی 700، یعنی مالک فایل فور صلاحیت دیگر هیچ کس صلاحیت نداشته باشه. بالای که ببخشین از این دایرکتری شما شما بیرون میشه سی جی مودی 700 دایرکتری سایل خانه. این حال شما بر بگرده از کماند ls minus l استفاده کنین، از سایل خانه سعی کنین، سه کرکتر فول است یعنی یوزر مکمل اکسس داره. su سرفراز خب cd سایل خان mkdir وفا ای خو یوزر یعنی اونر فایل است su عمر، پسوردش یک، از جایی که هستیم بیرون میشیم همه جا ما شما چک میکنیم mkdir جان کنات کرید. چرا صلاحیت صفر است؟ نه ما شما هیچ صلاحیت نداریم که در این صلاحیت برش کار کنیم. اینی دلیلش قسمی بود که ما شما چطور گروپ پرمیشن یک فولدر را تغییر بدیم. دیگه شی هست که چطور شما که ما شما اونرشپ یک فایل تغییر بدیم. برمیگرده ما شما به یوزر روت، خب این حال وقتی که شما بروت اومدین از جایی که ما شما هستیم بیرون میشیم، کماند ls minus l اونا رزی هم کی است؟ اونا رزی سرفراز است. ما میگم اونرشپ از این فایل، از این فولدر هم مثلا کسی دیگه بگیره، از کماند chown کار میگیرین، یعنی چک اونرشپ. اونرشپ از این ما به یوزر عمر میدم، chown هر یوزری که باشه، chown نام یوزرتان عمر، از کدام دایرکتری را؟ دایرکتری خاله. انتر میزنیم این. اگر حالا کماند ls minus l ران کنین، این دیگه فعلا اونرشپ از این کی است؟ عمر است. ما شما دستور ران میکنیم، نشته برش میکنیم سی جی مودی 77 ببخشید 700، یعنی مالک فایل فور صلاحیت داشته باشه دیگر های صلاحیت نداشته باشن. بالای کدام دایرکتری؟ خان. حالا کماند ls minus l ران کنین، اینه برای شما نشان میده su سرفراز cd سایل خان ls cd سایل خان. ببینین میگه پرمیشن از دینای، چرا ما مکمل صلاحیتش گرفتیم کار کردن نمیتونه. اگر شما مثلا به یوزر عمر برین، پسورد یک شات تایپ کنین، مثلا نشته برش میکنیم
سيدي سائل خان ام کا دی آئی آر بنام وفا مثلا بے وفا انتر ہر سلطانی ہے نا ایلس یعنی جا موجود ہے صحیح یعنی به شکل بود که شما چطور مثلا اونرشپ اگر شما مثلا خواسته باشین که اونرشپ یک فایل تغییر بتین مثلا ما شما در موقع که هستیم اونرشپ یک دانه فایل هم ما شما تغییر میدیم من در این قسمت جایی که هستم یک دانه فایل تیکستی جور میکنم کت کت مثلا نامش هم میمونیم به نام نسیم دات تیکستی حالا میری دایرکت برش نماندم این چیزا باشه کنترل دی میگم سرتش کن اگر کماند ls minus l شما ران کنین از فولدر نسیم فعلا اونرش کی هسته؟ اونرش عمر است گروپ پرمیشن شما مثلا از قسمت کماند chgrp به سرفراز میدیمش chgrp مثلا با گروپ سرفراز اد کو کدام فایل اد کنه فایلی که به نام نسیم دات تیکستی است su root خب در جایی که ما شما هستیم بیرون میشیم کماند ls minus l سی عمر یک خب نیست اینجا میگم که کت علامه ریدایرکت به نام مثلا وفا دات تیکستی سیو روت این حال جور میکنه میشه خب کات حالا میری دایرکت وفا دات تیکستی کنترل دی میگم ثبتش کن این آر سی شد کماند ls minus l ببینین ما شما ایره ساخته منی البته این فایل توسط کی ساخته شده توسط یوزر روت و توسط گروپ روت ما میخوایم که مثلا اونرشپ از ایره تغییر بتونم به فولدر به نام یوزر به نام سرفراز نشه برش میکنیم ch o w n یعنی اونرشپ ای فایل تغییر بده از کدام فایل از فایل به نام وفا دات تیکستی رو به یوزر به نام سرفراز حالا اگر از کماند ls minus l رن کنین حالا اونرشپ از ایره چی کسی گرفته سرفراز گروپ شام تغییر میدین کماند chgrp یعنی به گروپ سرفراز اد کو کدام فایل اد کنه وفا دات تیکستی کماند ls minus l اینه گفسته SU سرفراز مثلا ما شما میگم که cat وفا دات تیکستی رید کردم میتونیم اگر تغییرات هم خواسته باشیم vi وفا دات تیکستی حرف های افشار میتونیم چینجی ساوردیم escape wq ثبتش کن SU عمر پسوردش یک cut wafa.txt read میکنه حال اگر خواسته باشه که چینجز بره vi slash etc vi wafa.txt حرف i افشار میده این چینجز آورد wq میگه ای فایل چی هست read only هست شما نمیتونین ده ای تغییرات بره
این حالا اگر ما شما خواسته باشیم که با فولدرهای شجره ای اکسس داشته باشیم یا جور کنیم فولدرهای شجره ای را، cd slash desktop از کمان نیم که dir minus p یک دانه فولدر جور کو به نام a در داخل از او باشه، یک فولدر به نام بی در داخل از یک فولدر دیگه باشه به نام سی. از کماند سی جمودی ماینس آر، ماینس آر استفاده میکنیم. سه دانه هفت این مانا را داره که به از اینوی سه دانه فولدر کلگی فول اکسس داشته باشه. به کدام فولدر؟ فولدر ای، باز به فولدر بی، باز به فولدر سی. از کماند ls ماینس ال وقتی که شما کار بگیرین سی جمودی ماینس آر هفت 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 سلاش ای سلاش بی سلاش سی نو سلاش فایل آر دایرکتری خواه سنگل کوتیشن با فولدر ای با فولدر بی با فولدر سی سنگل کوتیشن انتر کماند ls ماینس ال SU سرفراز. خب در اینجا ما شما نشان میکنیم که mkdir یک دانه فولدر جور کو به نام خالد یا به نام عمر در داخل از یک فولدر دیگه باشه به نام عثمان، باز یک فولدر باشه به نام وفا. خب ماینس پی اناله لاگ اوت میشیم از این شما ساکن این فول دایرکتری تا توسط سایل خان ساخته شده، کسی مکمل به او فول اکسس نداره. سیدی فاصله دسکتاپ mkdir minus p به نام ولید سلاش یک دونه فولدر دیگه در داخل از او جور شده به نام تمیم. حالا ما شما بالای از این پرمیشن وضع میکنیم سی جی مودی minus r هفت هفت سه دونه هفت بالای دایرکتری ولید با سی پالیسی بالای تمیم وضع شده. کماند ls minus l ببینه نه نه فول اکسسس ولید این در داخل از یک دایرکتری دیگه است برنامه تمیم. خب اینال مثلا ما SU ببخشین CD ولید M که DIR برنامه خان این جور کرد LS هست SU عمر با دایرکتری عمر میریم از جایی که هستیم و شما بیرون میشیم CD ولید M که DIR یک دانه دایرکتری جور کو به نام گل ولی. از اینجا ما شما مستقیم به روت میریم جایی که هستیم بیرون SU ببخشید CD ولید mkdir به نام جان. آها اینه جور کردیم چرا پا ایرزا اصلا این فولدر ما شما از طریق کسی دیگه ایره ساخته بودیم. حالا ما شما میتونیم از بین رو ببریم rmdir فولدر جان از بین ببریم ls rmdir خانه و تمیم هم از بین. و ختم درس امروز شما از قسمت درس پرمیژن ها